چند روز پیش پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در روی بازگشت از خط جبهه جنگ در شرق اوکراین در قطار روی اوهن مصاحبه را با خبرگزاری اسوسییتد پرس انجام داد. در این صحبت از جمله به این معنی گفت اگر جنگ در اوکراین روسیه آغاز نمود ولی پایان آن را خطای و امریکا رقم خواهند زد. به نظر می رسد که این گفته او یک امر واقعی است، ولی برای انجام این کار در حال حاضر بیشتر نه امریکا بلکه اروپا دست به کار شده است. در مدت نه چندان طولانی رهبران کشورهای اروپا یکی پی دیگر به چین سفر می کنند. پس از بازدید صدر اعظم آلمان و سروزیر اسپانیا، این دفعه روز 5 اپریل سال 2023 پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون و رهبر کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین با دیدار سی جین پین که چند روز پیش از مسکو برگشته بود می روند. این دو نماینده والو مقام اروپایی می خواهند ضمن سفر خود سی را متقاعد کنند تا به پوتین سلاح و شرایط برای ادامه جنگ فراهم نآورد، بلکه برعکس او را وادار کند تا به جنگ در اوکراین خاتمه بخشیده رو به مذاکرات صلح آورده، چیزی که به ظاهر خطای هم در گذشته نیز خطای بعضی حرکت های در این رو انجام داده بود، مثل پیشنهاد فرم صلح برای خاتمه بخشیدن به جنگ در اوکراین و در مسئله تهدیدهای هسته‌ای روسیه به جامعه جهانی. چین از یک طرف به تکنولوژی پیشرفته اروپایی نیاز دارد و از طرف دیگر بازار اساسی محصولات نسبتاً با ارزش و با صفتش نیز کشورهای اروپایی است. اگر به نشان دهنده های صادرات چین نگاه کنیم، حدود 80% آن را صادرات به اروپا و امریکا تشکیل می دهد. فروش مال ها به روسیه باشد در سال گذشته همگی 8% از جمع صادرات خطای تشکیل داده است. از این لحاظ اروپا برای چین خیلی ضرور است و پکین نمی تواند در ملاحظات و عملکردهای سیاسیش نظر و مبقیه های دولت های این قاره را صرف نظر کند. کارشناسان بر این باورند که مکرون و فون در لین محض برای گفتن آن می روند که اروپا همیشه برای همکاری با چین آماده است، ولی پشتیبانی از پوتین می تواند همه این را زیر سوال گذارد. در همین حال پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی نیز روز 5 اپریل سال 2023 بار اول پس از حمله روسیه به کشورش به پولشا سفر نمود. گفته می شود او با پرزیدنت پولشا آنجی دودا مسائل مهمی چون تقویت کمک‌های نظامی، پیوستن اوکراین به عضویت اتحاد اروپا و بازسازی بعد جنگی شهرهای ولنگارش بررسی میکند. ولی به نظر کارشناسان در یک زمان اتفاق افتادن سفر پرزیدنت فرانسه و رهبر اتحاد اروپا به چین و بازدید زلنسکی از پولشا بیانگر آماده ها به مذاکرات صلح با مسکو است. در این راستا برای زلنسکی فوق‌العاده مهم است که در صورت مذاکرات با روسیه نیز از پشتیبانی گرم ورشو و دیگر کشورهای متحد برخوردار باشد. این پشتیبانی به کیف امکان می‌دهد که در مذاکره ها با مسکو کم نآید و حق خود را طلب کند.